خواهش میکنم از آقای بیژن رضایی جهرومی گویانه رو باز بکنن، تصویرشون رو ببینیم. خواهش میکنم. درود بر شما و سپاسگزارم که دعوت جنبش رنسانس ایرانی و حزب رستاخیز ایرانگرایان رو پذیرفتید. خواهش میکنم، بفرمایید، میشنویم. درود بر همگی. من یکم فارسیم خرابه، من 3 سالم بوده از ایران اومدم بیرون. عذرخواهی میکنم اگر همه چیز رو نفهمید که من دارم چی میگم. اما خواستم شروع کنم با این موضوع که اسلام و چپگرایی خیلی به همدیگه نزدیکن. شما مثلا نگاه میکنین همین مجاهدین خلق زمان قبل از انقلاب 57، اینا مالیات انقلابیون می گرفتن، یعنی می رفتن بانک رو می زدن، می گفتن این پول بانک که تو بانک پول مردمه واسه ماه، چون ما حق داریم این انقلاب رو بگیریم. همونطوری که زمان پیامبر اسلام به یهودی ها تو همین موضوع ستم می شد. خواستم از دیدگاه های ولایت فقیه به مطلق گرایی صحبتی کنم، چون اینکه به نظر من آدم باید دشمنش رو بشناسه. مثلا تو فلان، اینجایی که ما زندگی می کنیم، افسرهای فلاندی وقتی میرن دانشگاه نظامی اولین کاری که میکنن شروع میکنن روسی یاد گرفتن، چون فلاندیا 1300 کیلومتر مرز دارن با روسیه. خمینی، این حرفایی که اول میخوام بگم حرفای خمینیه، یه وقت اشتباه نشه که دیدگاه منه. خمینی میگه که دولت اسلامیک گاورمنت یا همین ولایت فقیه دولت مشروطه است، اما مشروطه از قرآن و حدیث میاد. همینطور او میگوید که دولت ولایت فقیه دولت عدالته، اما حاکمیت فقط تعلق داره به خدا. از دولت‌های سلطنتی و جمهوری فرق میکنه با اینکه قدرت تعلق داره به خدا و هیچ کسی حق نداره قانونی اجرا کنه یا قانونی تصویب کنه که با قانونهای خداوند متفاوت باشه. همینطور خمینی با این جمله تو کتابش میگوه که بوروکراسی به درد نمیخوره، چون اینکه داوری که شریعه بلده میتونه با یک جوهر و یه مداد قضیه رو به زودی حل کنه. ولایت فقیه یک وظیفه است، یک کار نیست. مهمترین چیزم اینه که از اسلام دانایی داشته باشی. تو هر زمینه دیگه دانایی داشته باشی این قبول نیست که بتونی ولایت فقیه بشی. خیلی مهمه که انقلابی باشی، چون اینکه نهایتاً این حکومت میخواد کره زمین رو بگیره و یک ولایت فقیه حکومت کنه رو کل کره زمین، و فقط علما حق داره که داور باشه و فقیه قائم مقام امامه. امپرالیستا که اولا انگلیس هم و بعدها آمریکا بهشون پیوستن، خیلی کنجکاوم به زیربنایای خاورمیانه و مخصوصا ایران، و دوست دارن که مذهب و سیاست از همدیگه جدا باشن. اما این یه چیزیه که امپرالیستا به ما تحمیل کردن، چون اینکه میدونن که اسلام اونقدر قویه و جز به فرهنگ ماه و ما حاکمیتمون رو میتونیم با اون پس بگیریم، اونا دوست دارن سیاست و مذهب از همدیگه جدا باشه. و
او به شاهنشاه محمد رضا پهلوی میگه عروسک خیمه شبازی. میگه ما باید این قدرت رو از او بگیریم و با رهبریت که معنای نهادهای اسلامی باشه این قدرت رو بگیریم. و با این جمله میگه که قدرت اجرایی زمان پیامبر فقط معنی قانونگذاری نبود، باکه اجرای قانون از همه چیز مهمتر بود، همونطور که پیامبر شرکت میکرد تو اجرای قانون به این معنا که شلاق میزد و دستها را قطع میکرد. ولی فقیه هم همین وظیفه رو دارد و ادامه میده که چرا ما جوونامون خراب شدن تو جامعه. میگه که یهودیا، مسیحیا، امپریالیستا سعی میکنن اسلام رو به جوونامون غلط نشون بدن و با 4 تا گزینه میگه که چیکار کنیم که به هدفمون برسیم. اول دولت عروسک خیمه شبازی رو بیاریم پایین، همه روابطمون رو با نهادهای این حکومت قطع کنیم، هیچ نوع همکاری باشون نکنیم و کاملا نهادهای فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی جدیدی بنیانگذار کنیم. و حالا یه چیزایی از فکرهای خودم. به نظر من خیلی مهمه که ایران در آینده مثل شوروی فرو نپاچه، چون تو غرب یه دیدگاهی هست میگن که چون اینکه جنگ سردم بدون خشونت تموم شد، فکر میکنن که انقلابا بدون خشونت میتونه جواب بده. اما همینطور که مشاهده میکنیم روسیه بعد از شوروی از توتالیتار شد اول آلتوریتار و دوباره رفت به سمت توتالیتار، چون اینکه تاریخ خودشون رو بررسی نکردن تو روسیه. همونطوری که تو ایران یا تو زبان آخوندیا میگن که ما تقیه میکنیم، روسا هم چند تا کلمه دارن واسه واقعیت. یعنی یه واقعیتیه که دروغه اما اسمش واقعیته، بهش میگن واقعیت تاکتیکی، یعنی تقیه روساست. و به نظر من ما 3 تا نهاد داشتیم تو قرنهای پیش تو ایران، یکیش شاه بوده، یکیش بازار بوده، یکیش هم علما بوده. ما باید بازار و علما رو از بین ببریم اما نهاد شاه رو نگه داریم. انگلیسی ها هم جمهوری رو امتحان کردن، جواب نداد. افغانستان آمریکایی ها بهشون اجازه ندادن برگردن به شاهنشاهی، جمهوری ها امتحان کردن، اونم جواب نداد. من فکر میکنم ایران باید توش شاهنشاه باشه اما نه به اون صورتی که قدرت مطلق داشته باشه، به عنوان یه سمبولی که ملت رو یک پارچه کنه. و میخواستم بهتون بگم که زیادم باور نکنیم به این چیزی که این امنیتی ها میگن یا روزنامه نگارا میگن. مثلا من آرشیو CIA رو از زمان قبل از انقلاب که باز شده رو خوندم، تو آرشیو CIA نوشته که خمینی یه آدم خیلی باهوشیه که انگلیسی، فارسی، فرانسوی و عربی صحبت میکنه. والا من به نظر خودم من فارسی من از خمینی بهتر بود هست. تشکر میکنم، مرسی از این دیدار. درود ایران، سراسر ایران. سپاس ویژن گرامی، این نکته آخرت خیلی جالب بود که واقعا سخنان خمینی رو کسی تشخیص نمیداد، بعد میگفتن باید اینو تفسیرش کرد، یعنی باید بیان بشینن بگن که این چی گفت. برای سپاسگزارم از سخنرانیت، فارسی هم خیلی خوب بود، سپاس.